گروهی از فضانوردا که برای دیدن خدا به فضا میرن. گرسی سلام، یلدتون مبارک. امیدوارم امشب کنار هم دیگه کلی اشغال بکنید. امروز فیلمی براتون آوردم به اسم پرومتیوس، محصول سال 2012، که محتوای خیلی خفن داره و میخواد در مورد علاقه انسان‌ها به فهمیدن در مورد خالقشون یا همون خدا صحبت بکنه. در پایان هم می‌خوام یه بررسی قشنگ بکنیمش، چون خیلی مهمه حرفای این فیلم. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم یه موجود فضایی آبی رنگ رو میبینیم که توی سیاره هست رفتن یه دونه سفینه رو نگاه میکنه. بعد یه دونه مایه سیاه رنگ میخوره و همین لحظه حالش انگاری بد میشه و پوستش شروع به تغییر کردن میکنه. در آخرم میفته توی یه دونه آب مثل دریاچه و همراه آب حرکت میکنه. جالبه که انگاری دی ان ایش با همه چیزی که اطرافش هست ترکیب میشه. میایم به سال 2089. تعدادی از دانشمندا توی اسکاتلند با یه سری نقاشی عجیب توی یه دونه غار مواجه میشن که معتقدن خیلی حرفای مهمی پشتشه. بعد از مدتی هم میبینیم که همین گروه دارن با یه دونه سفینه برای اولین بار به فضا میرن. یه سفر خیلی مهم که 2 سال هم طول میکشه. تو این 2 سال هم یه ربات به اسم دیوید با ظاهری شبیه انسان ازشون مراقبت میکنه، سفینه رو کنترل میکنه و همیشه هم در حال تمرین برای یادگیری رفتار انسان هاست. میخواد خیلی بیشتر بهشون نزدیک بشه. بقیه فضانوردا هم تو این 2 سال به خواب مصنوعی رفتن و دیوید هم هر از گاهی میره بالا سرشون و رویاهاشون رو میبینه. بالاخره این 2 سال تموم میشه و فضانوردا هم توسط دیوید بیدار میشن. رهبر همشون یه زنی به اسم مردیس و خیلی هم جدیه. بقیه افراد هم شروع میکنن به غذا خوردن که خیلی گشتشون شده. یه نفرم به اسم کاپیتان یانیک هستش که خیلی شخصیتش روخی داره. به محض بیدار شدن هم یه درخت کریسمس تعظیم میکنه چون دلش برای زمین تنگه. مردیس جلسه شکل میده که همه جمع میشن و یه دونه تصویر هولوگرافیکی از مردی به نام پیتر براشون پخش میشه. پیتر بنیانگذار این سفینه و کلا تحقیقاتی هست که داره انجام میشه. باهاشون صحبت میکنه و میگه من هیچ وقت بچه نداشتم. همین ربات که پیشتون یعنی دیوید خیلی برام عزیزه، چون مثل بچه‌ام بوده. از زمان تولدم یه چیزی توی ذهنم درگیرم کرده بود، اینکه بفهمم ما از کجا اومدیم و به کجا میخوایم بریم. برای همینم همه وقتمو سر همین قضیه گذاشتم. وقتی هم که دوتا از کارمندام یعنی الیزابت و چارلی بهم این پیشنهاد دادن که همچین سفینه‌ای رو راه بندازیم، بدون چون و چرا قبولش کردم. تماس پیتر قطع میشه و حالا الیزابت و چارلی شروع به توضیح دادن عملیاتشون میکنن. میگن که توی چند سال اخیر ما یه سری نقاشی توی غارهای بزرگ جهان پیدا کردیم که همشون کنار هم دیگه مثل یه دونه نقاشی نجومیان، انگاری دارن راه یه سفینه رو به ما نشون میدن. سفینه‌ای که انگاری یه خورشید داره و کاملا برای زندگی مناسبه. الیزابت میگه به عقیده ما این نقاشی توسط موجودات فضایی کشیده شده که یه زمانی روی زمین بودن. ما بهشون میگیم مهندس یا انجینیر، چون انگاری اونا زمین ما رو برامون درست کردن. با پایان جلسه چارلی و الیزابت به اتاق مردیس میرن. مردیس میگه که من هیچ کدوم این حرفا رو باور ندارم. فقط هم به خاطر دوستیم با پیتر دارم این کارو انجام میدم. شما هم باید تمام تحقیقاتتون رو انجام بدید، اما اگر درست بود حق ندارید به کسی اطلاع بدید تا دولت‌ها در موردش تصمیم بگیرن. اتاق مردیس هم خیلی تکمیل و خوبه که باعث تعجب الیزابت میشه. حتی یه دونه تخت داره که میتونه جراحی‌های مختلفو رو روی انسان‌ها انجام بده. میایم پیش بقیه. دیوید توضیح میده که تو این 2 سالی که شما خواب بودید، من تمام وقتمو روی یادگیری زبان‌های مختلف گذاشتم و حالا میتونم هر موجود فضایی ببینم، زبونش رو خیلی سریع یاد بگیرم. الانم با چیزی که فهمیده برای این سفینه یه دونه پیغام میفرسته، چون معتقد زبون این فضایی‌ها یا هم مهندس‌ها باید اینطوری باشه. اما خوبی جوابی براشون ارسال نمیشه و باعث میشه که فکر کنن هیچ زندگی روی این سیاره نیست. بقیه هم یکم بیشتر بررسی میکنن و وقتی که مطمئن میشن هیچ موج رادیویی یا گرمایی از سیاره ساطع نمیشه، مطمئن میشن کسی اونجا نیست و برای همینم با خیال راحت سفینه رو میبرن پایین. اما همین که نزدیک میشن، یه نفر به اسم فایفیلد که زمین‌شناس هم هست، 2 خط مستقیم میبینه که انگاری برای فرود هواپیما بوده و این باعث میشه یکم شک کنن. فرود میان و فایفیلد یه دونه جایی رو میبینه که شبیه گنبد بزرگه. معتقده که اونو باید فضایی‌ها ساخته باشن و همه به سمتش راه میافتن. یه غار بزرگه که خیلی هم تاریکه. فایفیلد با استفاده از 2 تا پهپاد تمام نقشه این غار رو براشون میکشه که بتونن راحت بگردنش. نکته دیگه هم اینه که متوجه میشن اینجا کاملا اکسیژن وجود داره و میشه نفس کشید. چارلی هم ریسک میکنه و کلاهشو برمی‌داره و چون زنده میمونه بقیه هم این کارو انجام میدن. یکم میرن جلوتر و روی دیوار مایه‌های چسبناکی میبینن. دیوید میاد جلو و این ربات با یه بررسی ساده میفهمه که اینجا یه چیزی مثل کنترل صوتیه. به زبون فضایی‌هایی که حدس میزنه صحبت میکنه و یه دفعه یه چیزی
فعال میشه. یه سری تصویر هولوگرافیکی وسط این قار شروع به حرکت میکنن و بقیه هم میرن دنبالشون. در آخر هم به یه موجود فضایی میرسن که همونجا جونش رو از دست داده. فایفیلد زمینشناس با یکی دیگه به اسم میلبورن خیلی ترسیدن و بهونه میارن که برگردن توی سفینه و از بقیه جدا میشن. بقیه یکم بیشتر میگردن و یه رفعه یه دونه دریچه رو باز میکنن که اون ورش سر همین موجود فضایی قرار گرفته. جالبه که یه سری کرم هم کنارشونه که یعنی زندگی روی این سیاره امکان پذیره. دور و برش هم چیزهای عجیب غریب تریه. از جمله چند تا جنازه دیگه، یه دونه مجسمه بزرگ از یه دونه کله و کلی هم نقاشی روی در و دیوار. قسمت جلوی اون مجسمه هم یه عالمه سیلندر روی زمینه. دیوید که حالا مطمئنه این سیلندرها خیلی مهمن، سعی می‌کنه یکیشونو بعد رو ببره توی سفینه. به محض اینکه برش می‌داره، یه مایه سیاه رنگ ازش بیرون میاد. بقیه متوجه میشن که در و دیوار داره یه تغییراتی توشون رخ میده و قطعاً داره شرایط خطرناک میشه. برای همین هم هرچی میتونن از جمله یکی از اون سیلندرا و سر همون موجود فضایی رو برمیدارن و با سرعت سمت سفینه میتونن. از طرفی مردیت و کاپیتان سفینه هم متوجه یه طوفان بزرگ میشن که داره سمتشون میاد. برای همین هم میگن نهایتاً تا 15 دقیقه دیگه باید برسید و الا مجبوریم در رو ببندیم. حالا استرس همه بیشتره و یه رفعه وسط راه هم سر همون موجود فضایی میفته. الیزابت میپره پایین که برش داره و طوفان میخوره بهش و پرتش میکنه سمت سفینه. چارلی هم میاد کمکش و حالا دوتای گیر میفتن و در آخر دیویده که جفتشون رو نجات میده و وارد سفینه میشن. همین که دارن پاکسازی میشن و صحبت میکنن، متوجه میشن دو نفری که زودتر ازشون جدا شدن، یعنی فایلفیلد و میلبورن، اصلا به سفینه نرسیدن. یعنی یه اتفاق بدی برشون افتاده. کاپیتان هم بهشون زنگ میزنه و میفهمه که اونا توی غار گیر کردن. بهشون هم میگه که الان به خاطر طوفان نمیتونیم بیام کمکتون و باید امشب اونجا بمونید. فردا تو اولین فرصت میایم دنبالتون. بقیه دکترا هم شروع میکنن به بررسی سر همون موجوده. بعد از اینکه پاکسازی کاملش میکنن، میفهمن این که الان آوردن مثل یه دونه کلاه ایمنیه. کلاه باز میکنن و سر موجودی کاملا شبیه انسانها رو میبینن. روی پیشونیش هم یه سری سلول زنده هنوز وجود داره. حالا معتقدن که شاید این طرف زنده است. با فرستادن یه سری موج و چیزهای مختلف سمتش، واقعا طرف چشماشو باز میکنه، ولی به خاطر اینکه انرژی زیاده در آخر منفجر میشه. فقط یه نمونه کوچیکی از سر برداشتن و الیزابتون رو بررسی میکنندش. یه اتفاق عجیبی میفته چون بررسی دی ان ای این موجود فضایی با یه انسان رو زمین مطابقت داره. یعنی تئوریشون کاملا درسته. این موجودات فضایی یا مهندس‌ها انسان‌ها رو خلق کرده بودن و به روایت اجداد اونها حساب میشن. همین لحظه هم دیوید رو میبینیم که از بقیه جدا شده. به یه قسمتی انگاری مخفی توی سفینه رفته و با یه نفری که توی یه دونه دستگاه خوابیده و نمیدونیم کیه صحبت میکنه. همین لحظه مردیس میاد پیشش و با دیوید دعوا میکنه. میگه بهم بگو بهت چی گفت. انگاری فقط این دو نفر میدونن که همچین کسی اینجاست. دیوید هم میگه که گفت بیشتر تلاش کنید. بعدم میره و شروع میکنه به بررسی همون سیلندری که از اون غار دزدیده بود. بازش میکنه و توی اون یه سری کپسول میبینه که یه مایع سیاهی هم داخلشونه. یکیشو برمیداره و فکری به سرش میزنه. در آخر هم میره پیش چارلی و باهاش یکم صحبت میکنه و یه لیوان آبم بهش میده. بعد این قضیه هم دیگه وقت خواب رسیده و چارلی و الیزابت با هم تنها میشن. الیزابت خیلی خوشحاله چون تونستن یه چیز مهم رو ثابت بکنن و در آخر هم یه رابطه‌ای با هم برقرار میکنن. میریم پیش فایفیلد و میلبورن که توی اون غار گیر کردن. بقیه باهاشون تماس میگیرن و اطلاع میدن که فهمیدن دی ان ای این موجود با یه نفر تو انسان مطابقت داره. اونا هم خیلی خوشحال میشن، همو تو آغوش میگیرن چون تحقیق مهمو تونستن به اثبات برسونن. برام شروع میکنن به گشتن بیشتر این غار. حالا خیالشون خیلی راحت تره. به جایی میرسن که صدها جنازه از همین آدم فضایی کنار هم دیگه افتاده. خیلی متعجب میشن و کاپیتان یانیکم که داره بررسیشون میکنه، یه رفعه متوجه یه موجود زنده نزدیکشون میشه. بهشون خبر میده و اونا میترسن، اما موجود زنده یهو از نقشه محو میشه. اونم میگه که حتما دستگاه هنگ کرد و دیگه نگران نباشید. به همون قسمت میرسن که قبلا هم گشته بودن، جایی که سیلندرا وجود داشتن. متوجه یه موجودی میشن که روی زمین داره میره و مثل یه ماره. یه رفعه میاد بالا و به سمت میلبورن حمله میکنه. فایفیلد میاد جلو و با تاقویی که دستشه این موجود رو ازش جدا میکنه، ولی از درونش یه مایع خیلی سمی رو صورت میریزه. انقدر ماده خطرناکه که تمام لباسش رو میسوزونه و حتی صورتش هم ذوب میکنه. موجود هم که هنوز زنده است وارد لباس فایفیلد میشه و کار اونم تموم میکنه. وقت استراحت تموم شده و چارلی که تازه از خواب بیدار میشه، چشماش قرمز شدن و حالش یکم به هم ریخته است. کاپیتان یانیکم اصلا نمیتونه با بقیه کسایی که تو غار بودن ارتباط بگیره، نه با فایفیلد و نه میلبورن. حالا
بیشتر نگران شدن و همشون شروع میکنن به گشتن دنبالشون. توی قارن و دیوید ازشون جدا میشه. یه راه دیگه میره و مردیس هم داره همزمان پخش زنده اونو میبینه. به جایی میرسه که پر از سیلندرهای مختلف و یه دونه زمین عجیب هم وسطشه. میره اونجا وای میسته و یه رفعه تماسش با مردیس قطع میشه. دستگاهی فعال میشه و دور تا دورش یه نقشه سه‌بعدی از کل جهان هستی میبینه. حتی کره زمین هم اینجا هست و دیوید هم با شگفت زدگی بهش زل میزنه. نوری از طرف دیگه میاد و دیوید متوجه میشه یه دستگاهی برای خواب مصنوعی اونجاست که یه دونه از همه موجودات فضایی یا مهندس‌ها داخلش خوابیده و قطعاً هنوز زنده است. میریم پیش بقیه. رفتار چارلی یکم عجیب غریب شده و الیزابت هم بهش شک میکنه که شاید اتفاقی افتاده. جلوتر که میرن بالاخره به بدن میلبورن میرسن و با دیدن اتفاقی که براش افتاده همه حالشون به هم میریزه. همون موجود ترسناکی هم میاد سمتشون، اما وقتی میفهمه تعدادشون زیاده از راه دیگه فرار میکنه. سری همه با ترس سمت سفینه برمیگردن و چارلی حالش از قبل بدتر شده، پوستش داره سیاه میشه و خیلی به هم ریخته است. به سفینه میرسن و همین لحظه مردیس با یه دونه دستگاه آتش‌سا میاد بیرون، سمتشون میگیره و میگه که چارلی دیگه کارش تمومه، اینجا یه بیماری حتما وجود داره که اونم گرفتارش، ما نمیتونیم این ریسکو بکنیم. میخواد چارلی آتیش بزنه، بقیه نمیذارن، اما چارلی که میدونه دیگه نمیتونه حالش خوب باشه، خودش میره جلوی آتیش و کارش تموم میشه، در حالی که الیزابت با فریادی بهش زل میزنه. بالاخره میان داخل سفینه و ربات همون دیوید شروع میکنه به بررسی همشون تا ببینه اثری از همین بیماری مشابه نداشته باشن. خیلی اتفاق عجیبی میفته چون موقع بررسی الیزابت متوجه میشه که 3 ماه بار داره. این غیر ممکنه چون الیزابت هنوز یه ماه هم نشده که از خواب مصنوعی بیدار شده. با دیدن چهره عجیب این جنین توی شکمش به دیوید میگه که از بین ببر. مطمئنم یه بیماری فضاییه، اما دیوید میگه ما نه اجازه این کارو داریم نه دم و دستگاه لازمشو. بعد یه دفعه شکمش هم درد میگیره الیزابت و میفته زمین. دیوید هم بهش یه داروی بیهوشی میزنه و میذارتش روی تخت. حالا اونو قرنطینه کردنش چون معتقدن ممکنه همون بیماری که چارلی داشت رو گرفته باشه. یه ساعتی گذشته و 2 نفر دیگه میان تا بیشتر بررسی کنن چه بلایی سر الیزابت اومده و الیزابت که خودش علکی به خواب زده اپوش سرشون فرار میکنه. سری خودش به اتاق خواب مردیس میرسونه که اون دستگاه عجیب و غریبو داشت و توی اون میخوابه. درو هم قفل میکنه و دستگاه میخواد که بچه‌شو ازش بگیره. دستگاه شروع به کار میکنه و الیزابت بدون هیچ داروی بیهوشی فقط فریاد میکشه. یه دفعه یه موجود خیلی عجیب فضایی از شکمش بیرون میاد و بهش زل میزنه. موجود وحشتناک شروع به حرکات عجیب میکنه و میخواد به الیزابت حمله کنه و اونم نمیتونه جون بخوره چون دستگاه داره زخمهاشو میبنده. فقط از خودش دفاع میکنه تا زخمها تموم بشن و به محض تموم شدن بخیه ها از اونجا فرار میکنه و با بستن در موجود توش گیر میندازه. توی دستگاه هم یه داروی بیهوشی پخش میشه که موجود از کار میندازتش. طرف دیگه سفینه کاپیتان یانیک متوجه کسی میشه که جلوی سفینهشون وایستاده. به بقیه دستور میده برن ببینن که کیه و همین که بیرون میرن متوجه میشن فایفیلد، اما با یه ظاهر خیلی عجیب. انگار وقتی موجود وارد بدنش شده اونو به یه شکل خیلی عجیبی تحت تاثیر قرار داده. حالا فایفیلد که انگاری جهش یافته هم هست بهشون حمله میکنه و میخواد همه رو از بین ببره. هرچی بهش شلیک میکنن هیچ تاثیری نداره و در نهایت با دستگاه آتش‌سا موفق میشن که اونو از بین ببرنش. الیزابت میبینیم که حالش بده و دنبال یه سری دارو میگره تا دردشو کمتر بکنه. وارد قسمت داروخونه سفینه میشه و با تعجب پیتر رو اونجا میبینه. پیتری که فکر میکرد تا الان جونش رو از دست داده. پیتر میگه که من تا الان توی یه دونه دستگاه خواب مصنوعی بودم و اینطوری خودم رو زنده نگه داشتم و الانم میخوام با خالق خودم یا همون مهندس روبرو بشم، کسی که دیوید توی اون غار پیدا کرده بود و معتقد هنوز زنده است. برای همینم دستور میده که سری لباس بپوشن و برن اونجا. الیزابت میگه که اینجا خیلی خطرناکه، اصلا اونطوری که فکر می‌کردیم نیست. ولی پیتر میگه که تمام تحقیقات زندگی ما روی این قضیه گذاشته، نمیتونیم الان بیخیال شیم. الیزابت هم این قضیه رو باور داره و برای همینم با همون درد زیادش لباس میپوشه تا همراهشون به غار برگرده. کاپیتان یانیک هم میاد پیش الیزابت و شروع به صحبت میکنه. میگه اونجوری که فکر میکردیم این سفینه قابل سکونت نیست. اون موجودات فضایی هم قطعا اینجا زندگی نمیکردن. اون غار مثل یه دونه مرکز نظامی براشون. به نظرم داشتن اون ماده سیاهو میساختن. همون ماده سیاهی که قطعا چارلیو تحت تاثیر قرار داده و اونطوری از بین بردش. میخواستن با این ماده سیاه سیاره های مختلف از جمله زمین رو نابود بکنن. ولی احتمالاً آزمایشاشون اشتباه پیش رفته، اون ماده رفیع پخش شده و خودشون رو از بین برده و منقرض شدن. برای همین به نظرم باید خیلی سریع از اینجا فرار کنیم. اما الیزابت میگه که فقط صبر کن، با همون آخرین مهندسی که زنده است صحبت کنیم، بعدش همه با هم دیگه میریم. خلاصه که حرکت میکنن و پیتر هم باهاشون میاد و فقط مردیس داخل میمونه. مردیس به پیتر میگه که نرو خیلی خطرناکه و در آخر هم جالبه که اونو پدر صدا میکنه.
مردیس دختر پیتر بوده. حالا الیزابت همراه رباتشون دیوید و پیتر با چند نفر دیگه سمت غار راه میافتند، در حالی که مردیس و کاپیتان یانیک هم از داخل سفینه اونا رو تحت نظر میگیرن. وارد غار میشن و سمت همون آخرین مهندس زنده مونده میرن. دیوید این وسط یه اعتراف خیلی دردناک میکنه، میگه من بودم که اون مایه سیاهو توی لیوان آب چارلی ریختم، من باعث شدم که اونطوری بشه، فقط میخواستم مطمئن شم که این ماده خطرناکه. به قسمتی از غار میرسن که مثل یه اتاق کنترله، دستگاه‌های عجیب غریبی اونجاست که دیوید میتونه کنترلشون کنه و با استفاده از اونا تمام تحقیقات این آدم فضایی ها رو به دست میاره. اول از همه میفهمه این غار در اصل یه سفینه فضایی که اصلا میتونه حرکت بکنه. تحقیقات که توی اونا میفهمه این مهندس ها داشتن این ماده سیاه رو میساختن، ولی یه دفعه تحقیقات اشتباه پیش رفت و داشتن منقرض میشدن. برای همین هم هدف آخرشون این بوده که یه جوری فرار کنن به سمت زمین، اما خب ناموفق بوده. همین لحظه است که آخرین مهندس از خواب مصنوعی بیدار میشه. پیتر به خیال اینکه یه موجود فضایی خیلی آرومه میره سمتش و شروع به سوال پرسیدن میکنه. اینکه ما از کجا اومدیم، به کجا میریم، چجوری انسانها رو خلق کردید و این حرفا، ولی این موجود مهندس که اصلا حوصله نداره یه دفعه سر دیوید رو از جاش در میاره و با استفاده از همون پیتر هم از بین میبره. بقیه هم شروع به فرار میکنن. البته که مهندس همه رو میگیره و فقط الیزابت که موفق میشه تا دم ورودی غار بیاد. مهندس رو میبینیم که سوار سفینه خودش شده و اونم میخواد سمت زمین بیاد. لحظه آخر الیزابت از سفینه خارج میشه و میپره روی زمین. سمت سفینه خودشون راه میفته و در همین حال هم به کاپیتان یانیک میگه که اون موجود میخواد بره زمین تا مایه سیاهو پخش بکنه. میخواد تمام انسانها رو از بین ببره و اگه به زمین برسم این اتفاق امکان پذیره. مردیس بقیه دستور میده باید برگردیم به زمین، اما کاپیتان یانیک میگه نه، این کارو نمیتونیم انجام بدیم. باید جلوی این سفینه رو بگیریم. سفینه‌اش رو روشن میکنه و مردیس هم از ترس ازشون جدا میشه و میپره پایین. بقیه‌شون به سمت سفینه اون مهندس راه میافتن. در آخر هم یه ضربه بهش میزنن و همشون با هم دیگه سقوط میکنن. حالا الیزابت باید از میون این همه چیزی که داره سقوط میکنه فرار بکنه. مردیس هم کنارشه. ولی در آخر مردیس گیر میفته و از بین میره و این الیزابت که خودش کنار یه سنگ میرسونه و نجات پیدا میکنه. وقتی سر حال میشه میاد توی سفینه خودشون، بلکه بتونه کاپیتان یانیک و بقیه رو یه جوری نجات بده. همه چراغا دارن خاموش شدن میشن و نابود شدن و یه رفه صدایی از طرفی میشنوه. میبینه که همون موجود فضایی که از شکم خودش بیرون اومده حالا به یه موجود عظیم الجثه تبدیل شده و میخواد هر جوری هست از اتاق بیاد بیرون. یه رفه سر بریده دیوید شروع به صحبت میکنه، خب چون یه رباته. به الیزابت میگه که مراقب باش، مراقب باش. ولی خب دیره، چون از طرف دیگه اون مهندس با عصبانیت میدو الیزابت رو میگیره. میخواد بزنتش و الیزابت فکری به سرش میزنه. در اتاق باز میکنه و موجودی که خودش زاییده بود این مهندس رو میکشه داخل و به شکلی وحشیانه اون رو تحت حمله قرار میده. الیزابت هم سریع از اونجا فرار میکنه. همین که از سفینه‌شون خارج میشه میوفه زمین و میزنه زیر گریه. دیگه هیچ راهی برای فرار نیست و هیچ امیدی نداره. دیوید یه دفعه بهش متصل میشه. میگه این فضایی‌ها یا مهندس‌ها چندین سفینه اینطوری دارن. اگه یکیشون رو پیدا کنی میتونی ازش استفاده کنی و به زمین برگردی. الیزابت هم سر میره و دیوید با خودش برمی‌داره. میگه باشه این کارو انجام میدیم، اما به زمین قرار نیست برگردیم. من میخوام به سیاره اصلی این مهندس‌ها برم. باید اونجا رو ببینم. من یه سری جواب برای خودم میخوام. دیوید هم با اینکه درک نمی‌کنه چرا اینقدر این زن مشتاق تا حقیقت زندگی رو بفهمه قبول می‌کنتش. با همدیگه اول از همه از سفینه‌شون یه پیغام برای زمین می‌فرستن و در آخر سوار یکی دیگه از سفینه‌های فضایی‌ها میشن و به سمت سیاره اونا راه می‌افتن. سکانس آخر فیلم همون مهندس رو می‌بینیم که توی سفینه گیر کرده بود و مورد حمله اون یکی موجود فضایی قرار گرفت. از شکمش یه موجود دیگه سیاه رنگ بیرون میاد و اینجاست که فیلم به پایان می‌رسه. توی خیلی از دین‌ها یا فرقه‌های مختلف توی تمام جاهایی که در مورد خالق انسان می‌خواد صحبت بشه به این اشاره می‌کنن که خدا از روح خودش توی انسان دمیده. توی قرآن هم همین چیزی اومده. و خب در قبال این جور حرفا میاد یه سری فرقه‌هایی مثل ساینتولوژی شکل می‌گیره که قبلا در موردش صحبت کرده بودم. ساینتولوژی میگه که تمام انسان‌ها در ابتدا یه دونه واحد بودن، یه خدا بودن که خیلی قدرتشون زیاد بوده. در آخر هم به خاطر انرژی زیادی که خلقت این دنیا میخواد ازشون بگیره همشون تقسیم میشن، یعنی خدا به آدم‌های مختلف تقسیم میشه. برای همینه که هر انسانی میتونه یه خدا باشه. و در ادامه میاد از چیزهای مثل تناسخ استفاده میکنه، میگه که انسان‌هایی متولد میشن هی از بین میرن و هر سری هم به تکامل بیشتر میرسن، در نهایت تو آخرین تولدشون هستش که همشون با هم دیگه یکی میشن و
به یه خدای واحد میرسن. حرفای فیلم جالبه، خب شاید به اعتقادات یه سری ها خوش نیاد، شاید یه سری ها دوست داشته باشنش، اما در نهایت یه حرف خیلی مهمتری پشتشه. تو پرومتیوس ما میایم در مورد آتش انسان صحبت میکنیم، آتش انسان به فهمیدن حقیقت. اصلا چرا به نظر شما دین های مختلف شکل میگیرن؟ چرا انقدر تو جای جای دنیا در مورد ادیان مختلف، در مورد خداهای مختلف، در مورد همه چیز صحبت میشه که بخوان یه نتیجه گیری از آفرینش انسان بکنن؟ دیگه همتون هم توی دوران مدرسه هدیه های آسمانی و دین و زندگی و این چیزا داشتید. توی تمام اینا صحبت میشد که هر معلولی یه علت میخواد. این منطق انسانه، برای هر معلولی دنبال یه علت میگرده. در حالی که همین الان هم بارها پیش اومده که دانشمندای مختلف چیزهایی رو کشف کردن که واقعا هیچ علتی نداره، فقط همینطوری معلولن. برای همینم هم چون منطق انسان بر پایه این قضیه میچرخه، از همون زمان آفرینش از انسانهای نخستین تا الان دنبال علت خودش داره میگرده. سر همینم هم هستش که همواره آدمو دارن فکرشون سر این میذارن که ما از کجا اومدیم، به کجا میخوایم بریم، تهش چی میشه، چه جوری کاری بکنیم که در آخر به یه جای بهتری بریم، همون بهشت و جهنم خودمون، یا حالا توی فرهنگ های دیگه بخوایم صحبت کنیم مثل بودایی ها که میگن چیکار کنیم توی زندگی بعدیمون بعد از تناسخ یه آدم بهتری باشیم. همیشه خلاصه دارن در مورد این صحبت میکنن و اصلا همین پایه شکل گیری خیلی از دین ها و چیزهای مختلف دیگه است. خلاصه که خیلی فیلمش خفنه به نظرم و خیلی حرفای بزرگتری پشتش و من نمیتونم توی یه ویدیوی 20 دقیقه در مورد همشون صحبت بکنم. پیشنهاد میدم حتما توی خود IMDb که حالا بعضی از نقداش فقط خوبن و حتما توی راتن تومیتوز برید چند تا نقدای خیلی خوبش رو بخونید. حرفای بزرگی پشت این فیلمه که اصلا نمیتونم توی این چند دقیقه بیانشون کنم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بچه‌ها یلداتون هم مبارک. خیلی عشقی دمتون. لایک، کامنت، ساب یارتون نره. روزتون هم گلسی.